من دارم میگم به همه دوستان و جناب کروبی گرامی، همونطور که میدونید شکل حکومتی، حتی بهترین و دموکراتیک ترین شکل حکومتی که بشه مثال زد، با حضور صادق ترین افراد هم در طول تاریخ نشون داده شده و ثابت شده که میتونه خیلی راحت به یک دیکتاتوری دوباره بیانجامه. و من احساس میکنم، حالا خیلی هم قابل پردازشه، که برای اینکه دوباره مثلا چنین دیکتاتوری حاکم نشه و اینکه این فضای آزادی که اگر حاصل بشه بتونه پایدار بمونه، تنها روشی که وجود داره، تنها راهکاری که وجود داره اینه که قشرهای مردمی و افراد بتونن این پایداری رو حفظ بکنن و این آگاهی اجتماعی بتونه پابرجا بمونه. من میخوام در باره این روشهای عملی و کار سازماندهی بپرسم که چرا اینقدر از این نظر که بخوایم روش و راهکار یا یک مرجع قابل استفاده برای عموم رو عرضه بکنیم کمکاری داشتیم و برخلاف اینکه همه جا صحبت از این بوده که سازماندهی یکی از مواردی که باید خیلی بهش پرداخت، ولی هیچ راهکار یا مرجع قابل استنادی برای افرادی که میخوان کار بکنن، مخصوصا افرادی که مثلا توی همچین جمعهایی هستن، وجود نداره. خوشحال میشم که در این باره و کارهایی که میشه کرد یا انجام شده صحبت کنید. کاملا صحیح میفرمایید، بسیار مطلب اصولی است، باید سازماندهی بشه و کم و بیش هم سازماندهی هست، ولی که به هر جهت فشاره و اجازه نمیدن و افراد دستگیری میکنن یا محدودیت براشون قائل میشه یا عده‌ای احتیاط میکنن با خشونت هایی که شده از زندگیشون، معاششون، کارشون، این احتیاط هم داره. ببینید وقتی من آقای مهندس موسوی، دو نفر از آقایون، آقای دکتر امینی و آقای علی‌میری، از طرف من و آقای مقدم و فرزند عزیز شهید بشتی، از طرف آقای مهندس موسوی یک کمیته شد که همه قضایا رو بررسی کنیم. سه نفرشون اصلا زندان رفتن، یه نفرشون نبود، هم آقای امینی، هم آقای علی‌میری، هم آقای بشتی دستگیر شدن. گفتن شما هم ندارید کار رو بکنید در یه چنین شرایط سخت و دشواری که واقعا نیروها یا بگیم امنیت‌ها، اطلاعاتی‌ها یا اطلاعاتی‌های سپاه اجازه فعالیت نمیدن، کار سختی است. ولی که مطلبتون درسته و باید سازماندهی بشه. و اون نکته مهمترتون اینه که انشاءالله به یاری خدا تنبهی ایجاد شد و میدانی به مردم دادن، اصلاحاتی شد، اون موقع باید خیلی توجه داشته باشن که قدرش بدارن و حفظش کنن، چون فرصت ها از دست میره. خیلی فرصت ها ما قبلا داشتیم که تذکر هم بشون داده شد، از فرصت ها استفاده نکردن، ایچنین شد. ولی این مطلب مهمیست که انشاءالله فضایی که باز شد و آقایون تونستن استفاده کنن، هوا هم داشته باشن، باید مبدل نشه به یک وضع نامطلوبی یا انحصار طلبی نشه تا این که را ادامه بیاد. سلام میکنم خدمت آقای کروبی، آقای کروبی و آقای دکتر خزعلی. من سریع سوالمو میپرسم و اینکه فرض میگیریم که در چارچوب همین قانون اساسی بخوایم فعالیت کنیم و ما قبول داریم که در چارچوب همین قانون اساسی فعالیت کنیم، میشه عملا، واقعا عملی و نش حالت شعاری به ما بگید که اگر قدرت، کسایی که قدرت دارن الان و در رأس قدرت هم و قدرت در دستشونه،
اجازه ندند که در چهارچوب این قانون اساسی فعالیت کرد، نذارن قانون اساسی پیاده بشه، چجوری باید مجبورشون کرد که قانون اساسی پیاده بشه؟ اگه واقعا جواب این سوالم خودتون ندارین، واقعا روش فکر کنید، راهکارهای عملی که چجوری باید حکومت را مجبور کرد که به قانون اساسی عمل کنه. و اگر که جوابشو دارید که بفرمایید، اگر ندارید خودتونم واقعا روش فکر کنید ببینید اگر کسی در آینده این سوال کرد باید چجوری جواب داد. خیلی متشکرم. ممنون از سوالتون. ببینید هر جوابشو دارید. ما میگه در چارچوب قانون باید اجرا و کار کنید. الان هم مشکلمون اینه که چارچوب قانون اجرا و عمل نمیشه. یعنی مثلا میگه ما یه شورای نگهبان داریم، این ناظره بر قانون اساسی. ناظر معنا و مفهومش روشنه یعنی چی، اما الان حاکم او بر قانون اساسی، یعنی حتی بر قوه مجریه هم او حاکمه. بنابراین ما میگیم شورای نگهبان باشه، مجریه ناظر هم باشه، اما ناظر. خب حالا میفرمایید اگه تسلیم نمیشه چه کار باید کرد؟ فشار افکار او، فشار ندرگی، همه کارهایی که داره میشه، همه تحرک ها و حرکت هایی که هست، همه حرف هایی که میذاریم، همه تجمعاتی که داریم، همه نوشته هایی که داریم، همه مطالبی که نوشته میشه، بالاخره خواه نخواه مشکلاتی دارن، میخوان کشور اداره کنن. همیشه نمیشه با پول نفت زندگی کرد. بنابراین سازندگی میخواه، کارهای زیرساختی میخواه، توسعه میخواه، کاروان ترقی و توسعه به سرعت در جهان پیش میره، ما هم باید پیش بریم. ناگزیر میشن ناتیجه در مشکلاتی دارن با مردم و مردم همراهی نمی کنن. میگه این که خواسته شد عمل بشه تسلیم میشن. این راهش تنها راه همینه که استادگی کنیم، مایوس نشیم، سرخورده نشیم، خیلی زود اتفاقا نخواهیم پیروزی نصیبمون بشه، چون که خیلی هم زود پیروزی نصیبمون شد، خیلی زود هم از دستش میدیم و فراموش میکنیم. لذا آرام ساکت خواسته همونه بگیم و بخواییم همینی که الان داریم انجام میدیم.